سلامش خیدش دشمتین حالتون چطوره امیدوارم حالت خوب باشه رفقا میزمادن با همدیگه گردنه سارینه میتی فول کنیم سایرین آره رو زبونه نمیاد اسمش که سومین اسکین میتیک بازی و اولین اسکین دختر میتیک بازی راستی قرار بود فول گردن اسکین میتیک سایرین رو یه خورده زودتر بذارم حالا چرا یه خورده دیر شد به خاطر اینه که این سی پی که سفارش شده بودم دو سه روز تاخیر داشت که خیلی رکب خوردم آخر سرم یه خورده پول اضافی دادم که اون سی پی رو کنن حالا شانس آوردم اون موقعی که سی پی زده بود هنوز اون پک سی پی دوبل بود دیگه آره سی پی دابل هنوز رفته بود فکر کنم چند بود بره خیلی شانس آوردم نه ممکن بود همون 16 کاسیبی هم نگیرم به جاش مثلا 10 بگیرم ولی خب جدا از این 16 تا سی پی که زدم برای گردون ساری نمیتیک مجبور شدم که بازم سی پی سفارش بدم چون که برای آپگرید کردنش هنوز یه خورده سی پی کم داشتم که باید یه دونه 10 تا دیگه می‌زدم بازم کارت آپگرید بگیرم حالا جلوتر خودتون می‌بینید بعد یه ویدیو قبلا گذاشته بودم که آیتمای گردون ساری نمیتیک رو با هم بررسی کردیم که آیتمای این گردونه به نظرم آیتمای تقریبا خوبیه در کل بخوام بگم از اسکی میتیکای دیگه آیتماش بهتره این گردونه مخصوصا این نایفی که داره این نایفش با باحاله کلا ظاهرش و صدای مثلا نایف کردنش و اینا شبیه به یه دونه نایف لژندری نه یه دونه نایف اپیک به نظرم خیلی ارزشمنده ولی برای بتل پلیر اونقدر نایف خوبی نیستش راستیتش چون که من خواستم چند نفر انمی رو نایف کنم به جایی که نایفشون کنن کنم نایف شدم فشار نخوردم و فقط زمین رو گاز گرفتم حالا بگذاریم بریم سراغ گان لجندریش امیدوارم اینو بزنم بهم گان لژندری بده که هزار و تا سیفی برای یه دونه چارم اکتیویژن خیلی شانس منو داغون کرده یادش به یه زمانی اکتیویژن خیلی به من شانس میداد الان دیگه نمیده همین طوری به ترتیب از دستر شانس داغون به خوب میده اینکه فشار نداره این گال پیکی پی کی 57 لژندریش به نظرم گال قشنگه هم اونقدر راستش خوب نیستش خیلی گالش دوست دارم یعنی قدیم کالا میکردن فقط عاشق این گام بودم ولی الان دیگه خیلی داغون شده دیگه با اینکه باف شده بازم نمیزنه در کل گال لژندش قشنگه اما اونقدر اسکوپ خوبی نداره به نظرم بیکی پنجفت لجن اولی بهتر از اینه خیلی اینم اسکین میتیک سایرن خیلی اسکین قشنگیه اصلا عشق جدید دشمتینه آلیا سر کنار همین دیگه من چی نمیخوام حالا دوتا شدن درسته ولی خوب راست اینو بهتون نگفتم این اسکین داخل لابی پلک میزنه همم آره ولی متاسفانه داخل بازی که استارت میکنی پلک دیگه نمیزنه فقط موقعی که داخل لابی هستی پلک میزنه بعد موقعی که داخل بتل رویال تو هوا ما هستی میخوای لند کنی اون موقع پلک میزنه همین دیگه جای دیگه پلک نمیزنه خب بریم سراغ آپگرید این اسکیمیتیک تا اینجا کار که گردانش فول کردم هنوز آپگرید نکردم و آپگرید میکنیم فکر کنم چیزی حدود 7 کا 400 الی 7 کا 500 سی خواستش کلا گردونه های اسکینمیتیک های خیلی گران قیمتی هستن حتی از گانمیتیک هم گران ترن ولی خب اسکین خیلی ارزشمندی هستن چون که تعداد اسکینمیتیک که کمن کلا 3 تا هستن به نظر من اصلا به ارزشش نگاه نکنید میدونید چرا <applause> به خاطر اینه که میای به طور مثال یه فول گردونه میزنی همین سایه نمیتی که مثلا خیلی ارزشمنده خب شاید با خودت فکر کنی موقعی که میخوای اون اکانت بفروشی حالا الانو رو نمیگه یه روزیو میگه پس اکانتت تو بعد گرون بخرن که اینطور نیستش متاسفانه هر کی بخواد تو ایران اکانتشو بفروشه متاسفانه با نصف قیمتش میخرن شاید هم کمتر سر همین اگه میخوای گردونه بزنی به ارزشش نگاه نکن به این نگاه کن که از اون گردونه خوشت میاد یا نه اگه خوشت بیاد بزن اگه خوشت نمیاد نزن گل خواستم بگم که حواستون باشه حالا بگذریم بریم سراغ آپگرید اسکین که هر چی میزنم بهم به هم سر شانس داغون میده اصلا اکتیویشن امروز من مشکل داره مشکل داری مشکل داری برم یه دور دیگه بزنم ببینم بهم به چی میده الان دو تا مثلا سیتایی داد ببین این متوسطه ولی بازم داغونه اکتیویژن یه خورده شال کن که بتونم یه خورده آیتم بهتر بگیرم یه دونه از اون 80 تایی بده یه دونه از اون 40 تایی بده 50 تایی چی ای از دفعه قبلم داغون داد حالا تو 80 دور زدم فعلا بس برم یه خورده آبگریتش کنم شاید بهم همه آیتماش داد البته من کلاسش رو نمیگیرم چون که اگه بخوام کلاسش رو بگیرم بعد دو سه کا پی اضافه بزنم یعنی میشه 20 کا تقریبا دیگه نمیصرفه آخه از کلاسش هم استفاده نمی کنم که بخوام بگیرم پس منطقیه که همه آیتماش بزنم به بجز کلاسش که کلاسش 420 تا کارت آبگریت میخواد نمیصرفه واقعا اول از همه بریم رنگاش آبگریت کنیم که برای 50 تا از این کارت‌ها به همون دوتا رنگ میده بنفش و با یه دونه سبزه که رنگش بد نیستش به نظرم بنفشه قشنگ تره بریم سراغ رنگی بعدیش که اون رنگی کمونیه با این تلایی خیلی قشنگن این تلایی چه قشنگه این واقعا ارزش داشت اصلا به اسکینم میادش بریم سراغ رنگ بعدیش که اصلا این تمشه رنگ دیگه نیست که میاد عینکش و رنگای بالش و با این کفش رو عوض میکنه و رنگای قشنگی هم داره سبز و زرد و با این صورتی جالب شد واقعا اسکین قشنگیه هم بدون آپگریدش قشنگیه هم فول آپگریدش دسته اول یعنی رنگاش آبگریت کردیم به طور کامل حالا برین سراغ دسته بالایی یعنی کیل شمارش که این کیل روش رنگ شرقی نکرده فقط انیمیشن های جدید خاصی داره بعد آپگرید بعدیش که بدون ایموت مخصوص اسکلمیتیکه و یه دونه کیل شمار همون شکلیه فقط رنگی صورتی شده که صورتش واقعا قشنگه کلا کاری که کالاف کرده اومده عروس دریایی و کیل شمار کرده قشنگه واقعا دمش هم گرم حالا فینیشرش فعلا آپگرید میکنیم آپگرید میکنیم ما یه خورده جلوتر اول بریم سراغ لوس باکسش که یه دونه لوس باکس خیلی قشنگ داره اصلا باهات حرف میزنه به نظرم بهترین لوس باکس اسکیمیتیکا رو داره با فاصله خب بالاخره هرچی اسکیمیتیک بیاد اون جدیده آپشنای بیشتری داره جالبتر هم هستش و بهتر مثلا آقا اینو ناکن رو هوا چطور پرواز میکنه این ارزش نداره این بهتر نیستش از اسکینای دیگه معلومه که بهتره تازه هواپیمای اختصاصیش از همه اسکیمیتیکا قشنگتره راستی اسکین اسپکتر میتیک اصلا هواپیمای اختصاصی نداشت فینیشر نداشت خب اینارم بعد در نظر بگیریم دیگه. حالا بگذاریم الان میخوام بهترین نسخه اسکین سارینمیتیک رو باز کنم که ازم 705 تا کارت آبگیرک میخواد که ندارم میگه بعد یه خورده سپی خرج کنم و بگیرم الانم که فقط داره آیتم های داغو میده بهم فشار نداره که اصلا فشار نمیخورم ولی خب این بار که میزنم هم چلتایی داد سیتایی داد متوسط بود بد نبود ولی خب کم داد میخوام چیکار الان فکر کنم بتونم نسخه فاینالی بهش میگن دیگه آره این نسخه آخرش رو باز کنم 945 کارت آپگرید دارم 705 شو میدم واسه این مامامی یا ماماسی تا کاچلا خب بذار ببینم چقدر تغییر کرده این صفحه چرا گیر کرده آها درست شد به به زیبای خفته کی بودی تو یه از اینجا بگیریم بعد بریم سراغ آپگرید کردن فینیشرش الان سی کم دارم ولی خب دونه دونه ای می میزنم فکر کنم 100 تا 200 دارم بتونم دو دور بزنم شاید به اون شانس رو کرد بتونیم آپگریدش کنیم شاید تایی داد ببینیم هشتایی بده ده تایی دادی امروز چته میگه من با تو چیکار کردم اینجا جز مشکل من چیز دیگه نمیبینم اکتیویژن مشکل پرست الان میزنم به این بیستایی میده اه. حالا فعلا تا وقتی که برم برای اکتیویژن یه دونه سیبی شارژ کنم بریم یه خورده این اسکین رو شخصی سازش کنیم ببینیم چه آیتم های قشنگی داره و به چه رنگایی سس میشه خب صد در صد ظاهر فاینالیشو رو میذارم بعد رنگایی که بهش میاد این رنگ تلاییش با اون رنگ رنگی کمونش از همه قشنگترن ترن به نظرم این ستی که میخوام بچینم بیشتر به رنگ رنگی کمونیش میاد آره پس رنگی رنگی کمونی انتخاب کنیم میریم سراغ تمش که به نظر من هر ستا تمی که داره قشنگن ولی این صورتیه به اون کیل شماری که صورتیه بیشتر میادش به نظر من اینطوریه حالا نظر شما چی داخل کامنت ها بگید پس من این صورتیه انتخابی کنم البته که ست طلاییشم خیلی قشنگ بودش حتما با اون ستشم پلی میدم بریم سراغ کیل شمارش که 100 درصد این کیل شمار صورتی میذارم بیشتر ست با این چیزی که میخوام بچینم تا اینجا خوب پیش رفتیم بریم سراغ ست های بعدی که میشه لوس باکسش خب 100 درصد این لوس میذارم اون لوس باکس اولی که نمیذارم بعدش هم که این برای مولتی موقعی که اول بازی نشون میده است و موقعی که آخر بازی ام بعدش که برای بتل رویال اینا شایکه میکنیم و اینم ست اسکین ما که خیلی قشنگ شد حالا بریم سراغ این ستای که چینده هم بهتون نشون بدم یکیش این سته که به نظرم با این سیخ زاین میتیک خیلی ست قشنگی شده نظر شما چیه تو لابی میتون نشون بدم حتی فاینالیش رو باز نکرده باشی باز این اسکین خیلی قشنگه حالا بریم سراغ ست بعدی که ست کیوشینای میتیکو با ست اسکین سایرن فاینالیه که این رنگایی که برای شخص سازی کردن به نظرم خیلی ست قشنگی شده با کیوشینای میتیک دایموند و آخرین ستی که برای شیندن ست گاره میتیک با سایرن میتیک اما خب این رنگی بنفششه که دقیقا با گان میتیک گراوک بنفشه میادش حالا به نظر شما کدوم ست از همه قشنگتر بود داخل کامنت ها بگید که ببینم سلیقه شما چطوره اینم نحوه ورود اسکیر میتیک سایرن به لابی بتل رویال و مولتی پلیره زیباست واقعا زیباست من تو این اسکین چیز جز زیبایی نمیبینم خب اینجا سی پی مشارش کردم و بریم سراغ باز کردن فینیشرش البته بعد یه دور این آپگریدش رو بزنم ببینم ببینم چی میده این دفعه امیدوارم چیز خوبی بده که من دیگه مجبور نشم یه بار دیگه بزنم داگون داد ولی از هیچی بهتره حالا از این بالام جوایزشو دریافت کنم ما 80 تا بهم کارت آپگرید داد که خوبه واقعا 520 تا کارت آپگرید دارم 420 تا هم میخود و می خب بزنیم بره دیگه 112 تا رو کریت آپگریدش زدم ای اکتیویژن ای گوکس اینم از این دیگه هرچی از آپگرید اینسکی می‌خواستم بهم داد به به فقط حال میده با این اسکین بری همه رو فینیشر کنی خب بریم 6 7 دقیقه گیم پلی بهتون نشون بدم با این اسکین ولی قبلش بهتون اتشمنت بیک 50 بدم که این اتچمنت رو بهتون میدم می چون من چیزی حدود دو سه ساله دارم با این کان پلی میدم پس اتچمنتی که بهتون میدم 100 درصد فوق العاده است این نیستش اینه به جای آندر برل یه دونه لیزر میندازم که ای این گان بره بالاتر بریم داخل ای گیم اینو بهتون نشون بدم وقتی داری با این نایف کار میکنی اگه بپره یه دونه نایف بزنی دستتو رو نایف نگه بداری سه تا پای سرام نایف میزنه این میتونه خیلی خوب باشه ولی همینطور عادی بزنی دو تا میزنه اینو گفتم که یارتون باشه اینم هواپیمای این اسکینه که نسبت به هواپیمای دیگه همینطور که بهتون گفتم قشنگتره ولی نحوه ورود این اسکین داخل هواپیما قشنگی اما فوق العاده نیستش به نظرم اسکین لژندار داخل هواپیما از اسکین میتیکو قشنگتر نحوه ورودشون نمیده مرشی مثلا اگه بخوام مثال بزنم نیکتوی لژندری چقدر نحوه ورودش قشنگ بود چقدر ابهت داشت حالا بگذریم من الان دارم میرم داخل آب که بتونم یکی از ویژگی این اسکین رو نشون بدم رو هوا که دلبری میکنه. حالا بریم تو آب بتونم نشون بدم چطور دلبری میکنه این اسکین با همه اسکین های دیگه نحوه شنا کردنش متفاوته وقتی زیر آب شنا میکنی با اسکین های دیگه هیچ فرقی نداره ولی وقتی رو آب میخوای شنا کنی اصلا یه چیز دیگه است تبدیل به پری دریایی میشه جان تو فقط شنا کن چیزی که من الان دارم فکر میکنم جوری که این اسکین داره دلبره میکنه فکر کنم چند ماهی فقط با این اسکین پلی بدم پس فعلا باید با آلیاس جون خدافیزی کنیم ولی من کارم اینه که جفتش اینو نگه دارم میگه زشته رابطه باید پایدار باشه عزیزم اینطوری که نمیشه اکتیویژن باید اسکینه میتیک آلیاس هم بیاره که با آلیاس هم پلی بدیم میگه ان یک روزی که به رسوایی بالاتر رسیدیم تونستم با اکتیویژن حرف بزنم حتما اینو بهش میگم از آلیاس جون هم میدونه میتیک بیاره البته به سلیقه من یعنی اکتیویژن بگه داش تو بیا آلیاس ما رو طراحی کن منم میگم ای جان چی از این بهتر شده اکتیویژن بگی بیا آمریکا برامون طراحی کن برو منم میگم چش با افتخار میرم اونجا طراحی میکنم آلیاس رو برمیگردم ولی اگه هم چیزی بشه قول میدم جوری طراحیش میکنم که همه ازش خوششون بیاد حالا کسایی که اسکین آلیاس میتیک اومد مثلا من درستش کردم و زدنش بعد به چشم خواهر برادری نگاه کنن یه جورایی باید زنداله باشه چون آلیاس بانوی منه جان هم همینطور دیگه اضافه شد به جمعش حالا بگذاریم فقط اینجا رو نگاه کنید عین چیترا این داشمو رو میزنیم دیگه وقتی یه اسکمیتیکو برمیداری که انقدر دوستش داری باید همینطوری انمیا رو کوتک بزنی باش اینجا رو براتون یه گیم پلی فون دروردم آقا رضا رفت این داشمو رو فینیشر کنه بنده خدا خیلی یه خورده نوب بود دیگه بعد آقای رضا فینیشرش کرد همون موقعی که با اسنایپر زدش حالا این میاد که منو بزنه ولی به طرز عجیبی مسیر مستقیم میره سر همین منو سر گرفتم فینیشرش کردم <applause> از این به بعد همینطوری انمیا رو فینیشر میکنیم خیلی فینیشرش قشنگه اینجا هم رفتم آقا رو بلند کنم ولی خب زوم اومد و آقا زومگیر شد مرد منم رفتم انتقامش رو بگیرم که این دارشمون رو فینیشر کنم چون که نفر آخر بود فازش هم خوب نبود حالا من چیزی حدود دو سه دقیقه داشتم میرفتم پشت سر این که فینیشرش کنم ولی اصلا دکمه فینیشر نمی اومد. بعد این هی دستش رو تیر بود تیراش تموم نمیشد فکر کنم هزار تا تیر داشت میگه 400 تا سقفش نیستش حالا با هزار در سر آخر سر مجبور شدم که با گان نزرمش. شان سو خوردم که منو نزد اسمشم روحت چات بود آش روحت چات خب بریم یه دونه سولو به اسکات با اسکین سایرنمتیک بزنیم همون اول نزدیک رو لابی نمیدونم شات کنه من نمیندازه البته یه خوردن فاصله دو دوست اینم هست سری بک میدم میرم آرمور هم میزنم میام اینجا باید به خوبی حواسم باشه چون اینا چهار نفرن البته الان شلون سه نفر چون یه زدم حالا رفتم راش نفر دومیش رو بدم باز نزدیک رو برم لابی حالا سر چی سر اینکه ایم این بیکی پنج لجندری اونقدر خوب نیستش بعد منم زاویه دیده خوبی نداشتم یعنی دقیقاً نمیدونستم طرف کجاست کجا رو این میگیرم حالا اینجا دو نفر راش منو میدن نفر اول با دو شات دستگاه میزنم حالا نفر دوم می خوره دمیجش میکنم از اونجایی که تیر دو گلم تموم شده میرم کاور میگیرم آخر سر با نایف میفتم به جونش به نایف شو بینم این سال به اسکادی که زره بودم اصلا معلومه دستم گرم نبودش کلا جوری بازی میکردم که دست اولم یا دومم بودش بالاخره ما همینطوری هستیم حالا وقتشه بریم آلکادراز تو آلکادراز این اسکریمیتیک یه خورده رنگایی که داره روشنتر میفته سر اینکه تو آلکادرس همه جا تاریک و اینا این اسکین نورانیه نورانی دیگه هر جا ببینن میفتن دنبالش این آلکادرزی هم که دارم پلی میدم همش کاستوم همینطور رفتم اونجا انیمیو رو رنده بکنم ولی داخل بعض از کاستوم که رفته بودم همش خارجی بودن یعنی پلیرایی که جلو میافتادن پینگشون رو سی بود 20 بود اینا بعد من چنده پینگ من 80 زیر هشت نمیاد راستی خیلی گفته بودن داشت متین ویدیو ده دگانه برتر مولتی پلیر و پنج دگانه برتر بتل رویال حتما بذار منم که میگم همیشه چش میذارم ولی خب یه خورده این ویدیو ما ممکنه طول بکشه چون که دارم همه گناه رو تست کنم که ببینم چه گناهی داخل این سیزن خیلی باف شدن و قوی شدن و اونو بذارم جز پنج گانه برتر و ده گانه برتر مولتی پلیر البته بحث از گناه معلوم شدن که چه گناهی جزء پنج گانه برتر بتل رویال و ده گانه برتر مولتی پلیر هستن حالا اونا رو میذارم سورپرایزمونن یه خورده دیگه در مورد اسکین سایرنمیتیک حرف بزنم این اسکین رو وقتی فول میکنی می‌کنی یعنی نسخه رو باز می‌کنی میتونی عینک این اسکین رو برداری که میتونه جذاب باشه ولی من تست کردم به نظرم با عینک باشه بهتره چون عینکش واقعا به اسکینش میادش و راستی این بیکی 57 اصلا رو زمینش بر ندارید خیلی داغونه فقط دمج میکنه فشار میکنید ولی وقتی از درابت این میکشی یه خورده بهتر میشه حالا یه خورده چه عرض کنم واقعا بهتر میشه ریجسترش بهتر میشه دمیج اینگان به خاطر اون خشبی که روش گذاشتم میره بالاتر و دمیج رنج این بیشتر میشه حالا بازم به تو پیشات میکنم که اینگونه از ذرا بکشید مگر اینکه مثلا لجند اینگونو دارید یا با اینگون حال میکنید مثل من آه راستی دقیقا تو همین کاسترومه بودم که پلیارش خارجی بود من هم و پینگ منم 86 و 88 و 87 و اینجور عدده است. البته پلیار ایرانی هم بودش تو این کاستوم روم ولی خیلی کم ولی باز داش متین داره همه رو رنده میکنه سطح بالا انرژی هم بالا چقدر حرف زدم تا این ویدیو 16 دقیقه است که دارم همینطور پای سرم حرف میزنم منطقیه راستی لوس باکس اسکین میتیک که هم بتون نشون ندادم تو بازی اینم لوس باکسشه وقتی اسکین سارینا رو داشته باشی لوس باکسش هم گرفته باشی بغلش دکمه میاد که اون دکمه عکس پرچم روش بزنی روی لوس باکست یه دونه فرود میاد بعد اسم اکانتن هم بالاش مینویسه راستی دوست دارید که توی یه دونه ویدیو بیام تا اسکین میتیک بازی یا با هم دیگه مقایسه کنم یعنی تمپلار میتیک، اسپکتر میتیک و ساجن میتیک که ببینیم آپشن کدوم اسکین میتیک بیشتره و کدوم اسکین میتیک بهتره و ظاهر بهتری داره اگه دوست دارید ویدیوشو بذارم حتما داخل کامنت ها بگید و اینم بگید که به نظر شما اسکین میتیک تمپلار بهتره یا اسپکتر و یا سایه نمیتیک به نظر من همشون خوبن هم ولی این اسکین سایرنمتیک موومنت بهتری داره یعنی تو بازی اسکینت خیلی کم پیش بهت بشینه و موومنت میزنه لذت میبری چند ثانی آخر ویدیو رو حرف نمیزنم که از گیم پلی لذت برید. پس از الان باهات خدافظی میکنم بریم برای ویدیو بعدی خب اشکی داش متین مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودید اگر از این ویدیو خوشتون اومد این ویدیو لایک کنید و همچنین اگه این کانال رو سابسکرایب بشید سابسکرایبش سابس کن دمتم گرم پس تا ویدیو بعد میبینم فعلا خدافظ 对呀 啊的天哪！天！哎，你死了！你干的？阿莎拉！